رئیس جمهور افغانستان گفته است که میخوام مشکلات مردم را زون بزون و محل به محل از زبان نمایندگان مردم بشنوم. سوال اینجاست که آیا نمایندگان مردم به محلات و زونهای خود رفته بودند یا اینکه برای خوشگذرانی به کشورهای خارجی؟ معاون دوم مجلس نمایندگان گفته است که به خاطر آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی با ریاست جمهوری به توافق رسیده است. اینکه روی چه معامله این توافق صورت گرفته است در برنامه امشب بحث خواهیم کرد. اما از طرف دیگر حکومت خواهان همانگی بیشتر میان سه قوه است. اما کارشناسان میگوید که حکومت زیر نام همانگی میخواهد به دو قوه دیگر نفوذ داشته باشد. بنامون این موضوعات بحث داریم در برنامه شب نگرش. من مصطفی فیضی هستم، مهمان من در استودیو آقای محمد علیم تنویر، آگاه سیاسی، و قرار است تا لحظات بعد آقای محمد عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان و آقای عزیز رفیع فعال جامعه مدنی به بحث نیز اشتراک کنند. آقای تنویر سلام، به برنامه ما خوش آمدید. آقای تنویر، انتظار مردم از نمایندگان پارلمان یا از نمایندگان خودشان در پارلمان چی است که پس از رخصتی ها میان به مجلس؟ با عرض سلام و ادب به شما و بیننده عزیز، توقع مردم بیش از حد است و باید هم باشه. در کشوری که چندین دوره ولسی جرگه و نماینده های ملت نتونستن وظایف خود به وجه احسانش انجام بتن، این توقعات بلند رفته و هنوز هم بلند میره، زیرا کمبودی های در کار ملت وجود داره که روز به روز مشکلات اجتماعی افغانستان رو به افول است. در کار ملت یا در کار نمایندگان ملت؟ اگر نماینده های ملت کار نکنن، در کار ملت، چون اونا با موکلین خود نیستن، با مردم خود در محل نیستن، اونا مشکلات مردم را نمیدانن، اونا در سطح ملی هم فکر نمیکنن. اکثرشون، من تو نمیگم استثنا وجود داره، ولی اکثریت وکلا کوشش کردن که فقط ولسی جرگه یا پارلمان را به گروگان بگیرن و صرف به خاطر 4 سال قدرت خود از اون موقعیت استفاده کنن، و متاسفانه که مردم بسیار مایوس است. آقای دکتر، شما چند لحظه پیش گفتن توقع مردم بیش از حد است، اما هیچ کاری از طرف مجلس نمایندگان یا نمایندگان مردم در مجلس نشده است. مشخص کسانی که به مجلس من حیث نماینده مردم آمدن، اینها نتوانستن یا اینکه نخواستن وظایف خود به صورت درست و توقعات مردم را برآورده بسازن. هر نماینده ملت میتونه بسیار خوب با موکلین خود، با مردم منطقه در خود محل که اونا موکلین هستن، و با ملت افغانستان در مجموع که باید ملی فکر کنن، میتونن بسیار خوب در تماس شون. امکانات بسیار خوب دارن، رسانه ها در خدمتشان است، همیشه برنامه های بسیار تشریفاتیشان خوب انعکاس میده، در همه افتتاح و جلسات تشریفاتی بسیار خوب سهم میگیرن، ولی درد ملت نمیتونن تمثیل کنن. و در زمانی که اونا بخواین که این مشکل مطرح کنن، بر رخصتی همیشه کوشش میکنم برنامه از قبل اجرا شده خود در خارج از کشور به ثمر برسانم. متاسفانه اکثر وکیلای ما در خارج هم امکانات خوب دارن و هم کوشش میکنن که در روزه رخصتی خود سپری کنن. بله، وکلایی که درد ملت را نمیتونه تمثیل کند، اون نماینده ملت میتونه باشد؟ در حقیقت نه، به خاطر از اینکه این کشور نیاز به می قوه داره، این قوه مقننه که درد ملت باید تمثیل کنه، قانون بسازه، رابطهش با حکومت باشه، و بالاخره بتونه من حیث یک قوی فشار در افغانستان بتونه بازسازی کنه. ما هیچ وقت نتونستیم در این مسائل کارهای بسیار مثمر را انجام بدیم. ببخشید که ما بسیار زیاد منتقدانه این مسائل مطرح میکنم، ولی باید بگویم. اگر نگویی، اگر بینی که نابینا و چاست، و اگر خاموش بنشینی گناه است. ما میبینیم وکلای محترم نباید از ما آزرده خاطر شوند، ولی حقیقت همه رمیز که نه یکمه که از تشریفات بکاهن، با مردم باشن، با بادیگاردان نرن، سرکار بند نندازن، وقت مردم نگیرن، به وزارتخانه به خاطر واسطه نروند، واسطه ناحق نشوند، خود را بزرگ جلوه نتن، در دعوت ها نروند، بهتر از کوشش کنن با مردم خود باشن و درد ملت تمثیل کنن. اول
دوم درد از این کشور را باید تمثیل کنند و من حیث یک قوه حتی دولت و حکومت در مجموع حکومت وحدت ملی را تحت فشار قرار بدن. و سیومی که به عوض انتقاد های دشنام برانگیز و توهین آمیز بهتر از با هم بسیار اخوت، محبت، برادری و خواهری و در وحدت ملی، در سایه وحدت ملی باید اینا در پارلمان کار کنند. چرا این کار نمی کنند؟ همیشه انتقادشان به خشونت می انجامه و همیشه کوشش می کنند خودم من حیث یک منتقد خشونت گرا تمثیل کنند و این جایی را نمی گیره در بین ملت. ما ضرورت به این افراد نداریم. بله. ما به افراد ضرورت داریم که درد ملت تمثیل کنند و بسیار خوبی را مطرح کنند و دلایلش بگویند. انتقادی نیست استاد که تنها ما انتقاد کنیم، باید رای حل هم بسنجیم که کدام رای حل موجود است. مگر اون ظرفیت حالا در پارلمان افغانستان وجود دارد که جز انتقاد رای حل هم پیشنهاد کنند؟ تا حال خونه، ولی باید همینطور باشه. اگر ما با پارلمان ها و قوای مقننه دیگر کشور ها مقایسه کنیم، اونا کسایی هستند که اول در سطح تحقیقات و مطالعه هر وکیل کوشش میکنه که مسائل ملی و بین المللی رو بسیار آگاه باشه. دوم، مردم خود باید تنویر کنه. سوم، مسائل باید در یک استراتژی و در یک برنامه بسیار مدون باید به هر سه جنای مثلث قوه دولت باید این را عرضه کنند. و چهارم، در آینده اینا میتونن که ممثل بسیار خوب در جهان خارج هم باشن که هر وکیل ما بتونه خودش منعی سیق قوه ارزندم کنه. بله، حالا باز هم به حرفای آقای غنی بیایم. آقای غنی گفته که من میخوام مشکلات مردم را از زبان نمایندگان مردم محل به محل وزون بزون بشام. مگر واقعیت وکلا را آقای رئیس جمهور نمیدانست که اکثریت اینها بر اساس گزارش ها در کابل و بالاخره در افغانستان نیست، بل برای خوشگذرانی به کشورهای خارجی میرن که چون این حرف را بیان کرده؟ اگر بازم این مسئله را یکمه که با انتقاد بسیار سالم مطرح کنم، جناب رئیس جمهور بخیرم که هنوز وکلای پارلمان درست نشناختن. دوم، جناب رئیس جمهور کوشش میکنه اعتماد سازی کنه در حالی که هنوز اعتماد هم نداره. و مسئله سوم که بسیار مهمتر از هم است، رئیس جمهور کوشش میکنه که برای آینده کارهای خود سرمایه گذاری کنه و با آنها مصلحت سازی کنه، مصلحت کنه. و این عرصی از این راه غلط است، راهی است که به ترکستان میره، راهی است که بر رفاه و توسعه افغانستان هیچ کدام پیامد خوب نداره و متاسفانه که وکلا از این استفاده بر شخصی میکنه. آیا این گونه سخنرانی میتوند اعتماد حکومت با قوه مقننه بهتر و خوبتر بسازد؟ ببینین، اگر من یک فرد افغان هستم، من اگر از وکیل خود از کابل این توقع رو داشته باشم که او درد مرا باید به رئیس جمهور بگه، این بیشتر خطاست و نابجاست. به اینکه اونا اول مرا نمیشناسن، رای مرا گرفتن و پارلمان رفتن، با ما در تماس نیستن. دوم، اونا با رئیس جمهور به صورت دیگه، به تصویر دیگه و به چهره دیگه صحبت میکنه و رئیس جمهور بسیار خوش آمست. حتی از طریق ویدیو کانفرانس هم کوشش میکنه که درد مردم از طریق وکلا یا از طریق وزرای خود بشنوه. میتونه که یک شاروال، یک وزیر، یک رئیس از طریق ویدیو کانفرانس همه چیز غلط گزارش بده و ندانه که این مسئله چطور است. چرا ایره در یک مجلسی که رو در روی است و مسائل مطرح میکنه، چرا کمیسیون های با قدرت و با اعتماد با وجود نمیاره که بغیر از رئیس جمهور کسای دیگه هم باشن که مسئله افغانستان رو مطرح کنن؟ بله. یک رئیس جمهور نمیتونه که همه مسائل در تحت شعای خود قرار بده و بگه یک من کار حل میکنم. پروسی از این کار چقدر دراز مدت است؟ ما تا حال نتونستیم بسیاری کارهای تشکیلاتی خود تکمیل کنیم، چی رسه به این که ما بتونیم بازسازی کنیم. از این خاطر از جناب رئیس جمهور همیشه خواهش میکنم که با شعار ما نمیتونیم افغانستان رو مشکلاتش حل کنیم. ما میتونیم این مسائل از طریق رابطه ها، از طریق اعتماد سازی ها و از طریق ای که مردم هم موقع بتیم تا بتانن در این پروسه شرکت کنن، این عمل به شکل بله. بسخوش. مگر اراده در نزد رئیس جمهور و در کل در دولت افغانستان وجود دارد که با مردم و بالاخره مردم برشان نقش داده شود تا که تصامیم بگیرن؟ در تیوری گاهی اتر تمثیل میشه، ولی در عمل تا به حال ما چیز ندیدیم. وقتی که یک نفر یک تحصیل کرده، یک جوان تحصیل کرده از فاکولته فارغ میشه و او آرزوی عزیز داره که بعد از این دولت مکلف است که برش آیندهش بسازه، ولی او در به در میگرده، حتی به خاطر گرفتن امو عرایز از او کسی بر از اونا موقعی نمیتن.
چطور امکان داره که ما طبقه جوان خود را به فراموشی بسپاریم و وعده های بسیار بلند بالا بتیم؟ هیچ امکان نداره. پس آیا میتونیم از این حکومت این اراده این آرزو را داشته باشیم و این امید داشته باشیم که به این زودی ها مشکلات کنونی را حل کنند؟ باید حل کنه. ما توقع خودم هم دارم و شما هم دارین، تمام ملت هم این توقع را داره. ما با یک آرزومندی رای خود برشان دادیم، ما با یک آرزومندی اعتماد کردیم بر از اونا، ما با یک آرزومندی سعی کردیم که امروز یک تغییر بسیار بنیادی در کشور میه. ولی ما هیچ وقت مستعدسازی ها را ندیده بودیم که در پشت پرده صورت میگیره و امروز ملت مایوس است. امروز ملت نتونسته با آرزوهای خود برسه. روز به روز بیکاری زیاد میشه، روز به روز اقتصاد رو به افول است، در کشور ما فقر داد میزنه، ما برای بازسازی خود هیچ چیزی نداریم، ما برای آینده امید نداریم، زن و مرد در حالت بیکاری فغان دارن، گدایی میکنن. آیا مسائل درک نمیکنن؟ با موترهای خود که میان و راه ها را بند مندازن. خواهش میکنم یک کمک با مردم باشن. بله، حالا شما اشاره کردید ملت به آرزوهای خود نرسیده. تعداد از کارشناسان و تحلیلگران میگن که اینکه ملت به آرزوهای خود نرسیده تا اندازه مشکل خود ملت هم است، به خاطر از اینکه اینها در انتخاب نمایندگان خود بالاخره مشکل داشتن. موافق هستین با این تحلیل؟ من موافق تا اندازه هستم، به خاطر از اینکه ملت فقیر است. من آن ندارم، ولی به من میگه که تو رای بدی من بر تو $100 میتم. ما به خاطر از اینکه اولاد خود نان بتم، ما امیر قبول میکنم برای هر کس رای بدم، ولی $100 پیش من مهمتر است. اکثر مردم ما رای به خاطر به دست آوردن منافع و یک امتیاز دادن، نه به خاطر از اینکه با مفکوره با این افراد یک جای بوده باشن. همه شعارا و همه وعده هایی که داده شد از طرف اردوجنا دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی اصلا تا به حال تطبیق نشده. امروز اونا رو در پشت دروازه های بسته میبینین، با مردم در تماس نیستن. من شعار کار ندارم، من این کار دارم که نمی افراد باید شب از جای خود بخیزه، برن در اداره، در یک خانه، در یک جای و ببینن که درد مردم چیست و او را باید دوباره بازسازی کنه. اتا نه که تنها یک فرد بح. وقتی که رئیس جمهوری کارم اگه میکنه، وقتی یک نفر که میبینه که کدام جنایت کرده، کدام کار کرده، در اینجا کمیسیون را تعیین کنه و از او باید با صلاحیت و با اعتماد سازی کار کنه. ما چرا هنوز کمیسیون های با اعتماد نداریم؟ کمیسیون‌ها ساخته میشه شکلی، ولی اصل قضیه بعد از یک وقت گم میشه و هیچ ما نمیفهم نتایج چی است. بله، دقیقاً اینجا سوال رو میخوام مطرح کنم. بله. ما کمیسیون‌های داشتیم، کار کردن، ولی قناعت مردم نتونستن به دست بیارن. مشکل از دید شما در کجاست؟ در مصلحت سازی. به خاطر از اینکه در روز حقایق نمیتونن حقایق افشا کنن. حقایق درک میکنن، ولی حقایق اگه افشا کنن افرادی هستن که در روز با دولت یک جای کار میکنن زیر سوال میرن. از این خاطر نمیتونن رو افشا کنه. این واقعیت است که ملت میفهمه، ولی چرا این کار نمیکنن؟ به خاطر از این مصلحت سازی میکنن. هنوزم دولت کنونی مصلحت ساز است. اینا نمیخواین که شایسته سالاری کنن، اینا نمیخواین طبقه جوان و چیز فهمه بتونن در ردیف های بسیار مهم از این دولت با اعتماد سازی بیارن تا کار به سرعت پیش بره. بله، و دیگه روش حکومت داری درست نیست. اینا همیشه کل چیزه فقط روی سرمایه های شخصی استوار کردن. ما با سرمایه شخصی نمیتونیم افغانستان رو بسازیم. حالا بازم بیایم بر فردا، مجلس نمایندگان در کل پارلمان افغانستان توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح میشه. فکر میکنید که فردا که مجلس رو میشود با مجلس های قبلی تفاوت داشته باشد، یا اینکه باز هم به مانند گذشته همون مشکلاتی که در گذشته وجود داشت از فردا باز هم ادامه خواهد پیدا کرد؟ یک سناریوی بسیار خوبش در جریان است. اون چی است؟ این سناریو که پارلمان همیشه کوشش میکنن در اوایل بسیار مردمی خود تمثیل کنن، ولی در نهایتش هیچ کار بر مردم صورت نمیگیره. به خاطر چی؟ به خاطر از این که توقعات مردم همیشه میخواین در دردهای از اونا پنهان کنن و به این خاطر بله. همیشه این همطور خاموش میمانه و هیچ وقت به ثمرم نمیرسه. تشکر. بیننده های عزیز، وقفه داریم. پس از وقفه آقای رحمانی و آقای رفی نیز در بس با ما اشراف میکنن. حالا وقفه داریم. به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای رحمانی و آقای رفی، شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. آقای رحمانی، چند لحظه پیش آقای تنویر گفت که درد ملت را نمایندگان مردم تمثیل کردن نمیتوانند. واقعیت دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و بزرگان حاضر در بحث و بینندگان خوب آریانا نیوز. اگر دید
واقعی و رئالیستیک به قضیه و مسئله داشته باشیم تا جای این پاسخ قانع کننده است، یعنی واقعی هست، و تا جای هم نه. ببینید نمایندگان مردم از آسمان نیامدند، از جنس فرشتگان و ملائک مقرب الهی نیستند، حتی از آمریکا و اروپا هم نیامدند، اینا از درون همه ملت برخواسته. البته اکتدارشان آمده از اروپا و امریکا، در درون همه ملت زندگی کردند. نه، جامعه کنار انتخاب کرده جامعه هست که باید رو واقعا به درستی بشکافیم. یک جامعه هست که درگیر جنگ بوده، هست و احتمالا خواهد بود. جامعه هست که 70% مردمش سواد نداره، 3.6 میلیونش معتاد است، و همچنین جامعه هست که درگیر یک بحران بسیار عظیم و عمیق و یک سرطان هست به نام فساد اداری، فساد اخلاقی و حتی فساد سیاسی و مالی، و خلاصه جامعه و جامعه ایدئال نیست. نمایندگانی هم که آمدن در شرایط انتخاب شونده ها، نه انتخاب کننده ها، شرایط بسیار جدی پیش بینی نشده، یعنی یک سری فیلترهای پیش بینی نشده که مثلا کسی که میآید باید با امور پارلمانتاریسم و فلسفه پارلمان و واقعیت هایی که در درون خانه و مسئولیت هایی که داره آشنا باشن، حداقل ماستر باشن، پیجدی داشته باشن، یک تجارب رو در درون جامعه و در درون حکومت داشته باشن. بنابراین با حفظ حرمت به انتخاب مردم و حفظ حرمت به همکارای خود و خود ما، چون شامل خود ما در درجه اول میشه، من یک حقوقدان هستم و درسای دینی رو خواندم. من نمیتونم مدعی بکنم که من حتما در ایمیان مثلا گل سرسبدم، نه، تو چیز نیست، اصلا چون این دایره نداریم. بنابراین این جامعه وقتی که چون این پارلمانی از درونش برمیخیزه، میوه های طبیعی نمی درخت و همه چیز ما در این جامعه شبیهه. امروز اگر حکومت ما چون این نابسامانه، اگر قضای ما درگیر فساد و ناکارآمدی و بسیار مسائل است، اگر وضعیت شهرنشینی ما خرابه، اگر پارلمان ما درگیر مشکلات است، و همه چیز شبیه به این وضعیت روزگار ما و همه چیز شبیه به رودخانه کابل، ما چیزی را نمیتونیم ادعا بکنیم که حتما این نمایندگان میپذیرین درد ملت را نمایندگان ملت تمثیل کردن میتواند. اجازه بدید که من با امید یک مقدار مفصل تر صحبت بکنم که اگر ادعا بکنیم که نمایندگان مردم هم راهکارهای خیلی خوبی را طراحی میکنن و طراحی میتونن برای دردهای مردم، درمان دردهای مردم، چون این ادعای غلطه. شما میبینید که پزشکا و اطبای ما، دکترای ما را ببینیم که چقدر این دکترها واقعا فنیه. ولی اگر اینطور ادعا بکنیم که نه، این خانه سرشار است از سیاهی و هیچ نقطه تا روشنی دیده نمیشه و هیچ ستاره ای نداره و حتی یک شمع روشن نیست، چون این چیز هم نیست. واقعش اینه که ماها من حیث کل، من حیث یک مجلس، چی اونایی که دارای سواد هستن، چی اونایی که به حال دارای تجربه هستن، و چی اونایی که در سنگرهای جهاد بوده و ارباب بوده، خان بوده، خواهر محترم معلم بوده، اینا رو که در مجموع نگاه بکنیم، نمایندگان پارلمان در حدی که در توانشان بوده، به عقلشان رسیده، خب کوشش کردن انعکاس بدن مشکلات مردم را. یک. دو، عمدن کسی را من در پارلمان افغانستان ندیدم، گروهی را در پارلمان افغانستان ندیدم که اینا برای مردم طراحی و توطئه کرده باشند، برای مردم به سمت یک خیانتی به سمت مردم رفته باشند، حقوق مردم را ضایع کرده باشند. من حیث الکل، در حیث الکل عرض میکنیم، بعضی ها را آدم میتونه مثلا امثال ما شاید خیلی کارنامه مثبت نداشته باشیم، عرض میکنم خدمت شما، ولی بعضی ها هستن مثل ما، شاید مثلا کسانی دیگه هم باشن، ولی من حیث المجموع بخوایم پاسخ را ساده سازی بکنیم، بخشی از دردهای مردم منعکس شده، راه حل های برش پیش بینی شده، قوانین تصویب شده، نظارت های تا حدود صورت گرفته و نمایندگی تا حدودی بوده. ولی اگر این جامعه بحران زده و آفت زده و سرطان زده رو ببینیم که تاریخ 200-300 ساله از ناکارآمدی و ناکامی داشته، اگر این در نظر بگیریم که باز بگیم این پارلمان بتونه پاسخگو و جوابگوی تمام دردهایش باشه، چون این چیز به نظر من یک گزافه بسیار کوتاه. آیا پارلمان وظایف خود انجام داده یا خیر؟ پارلمان وظایف نهادین و برینی که برش پیش بینی شده، که عبارت از تصویب قانون یا تقنین باشه و همچنین نظارت بر حکومت و نمایندگی از مردم باشه، من فکر میکنم اون چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده، اون 100% که چی 50% تمثیل شده باشه خوبه.
حالا چقدر است؟ چند فیصد من فکر شده؟ نکنم بسیار واقعی اگه صحبت بکنیم 30 تا 40%. راضی هستین؟ مسلماً راضی نیستم. من به عنوان یک شهروند نمیتونم راضی باشم. ولی من یکی از 200 و چند عضو پارلمان افغانستان 249 باید باشه، اما یک تعداد شهید شده، یک تعداد به فوت به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، بعضی استعفا کردن، بعضی سفیر شدن، بعضی سفیر شدن و نشدن. این رقم قصه هم داریم که هم در مجلس هم نیستن. به هر حال اینا رو اگر من حیث الکل بگیم، نه من با جناب آقای تنویر موافق هستم که پارلمان نتونسته تمام دردهای مردم را به خوبی پاسخ بده. و مگر کدام پارلمان میتونه که درختی که تلخ است باز او میوه خیلی شیرین و خیلی خوش رنگ رو بده؟ نه، من فکر میکنم پارلمانم دقیقا برآمده از درون همین درختی هست، میوه های همین درخت هست. باید بگذاریم یک مقدار اصلاحات بیاید، پیوند زده شوه، این درخت اول درست شوه، شرایط آب و هوایش خوب شوه، مردم باسوادتر شوند، وضعیت اقتصادی فرق بکنه، شرایط انتخاب شوندگان فرق بکنه، مردم با فرهنگ سیاسی مردم تغییر بکنه، رشد بکنه، به رشد سیاسی برسه. یعنی همین مردم و همین پارلمان. بله، تشکر. بله. آقای رفیع، رئیس استخبارات ایالات متحده آمریکا گفته بود که سال 2016 با خطر سقوط سیاسی افغانستان روبرو خواهد شد. حالا قرار است فردا مجلس نمایندگان در کل پارلمان افغانستان کار خودش شروع کنه. پارلمان افغانستان تا چه اندازه میتواند این ناکامی سیاسی را، این خطر سقوط سیاسی را برطرف سازد؟ با نام خدا و با سلام خدمت شما و خدمت مهمانان بسیار بزرگوار و همچنان بیننده‌های محترم شما. عرض به خدمت شما که پارلمان میتونه یک مقداری از بحث‌های بسیار به اصطلاح گسستی یافته اجتماعی را، به خصوص در عرصه مسائل پیوند مردم با حکومت و به اصطلاح امیدواری نسبت به عملکردهای حکومت بالا بیارم. اما بحثی که آیا در نظام سیاسی افغانستان در وضعیت سقوط هست یعنی یک بحث بسیار دوامدار است، من فکر میکنم که از نقطه نظر استخباراتی شاید، اما از نقطه نظر اجتماعی افغانستان در یک وضعیت و در یک بنبست سقوط نیست. مردم در یک بررسی کلی افکار عمومی مردم یا در افکار عامه وضعیت قسمی هست که هیچ گروهی، حتی گروهای بسیار مخالف شدید سیاسی افغانستان، در صدد یا از یک طرف خود توان سقوط نظام سیاسی افغانستان ندارن و از طرف دیگه هم در صدد سقوط کلی نظام نیستن، به خاطر اینکه این سقوط بیشتر به ضرر تمامی گروهای افغانستان است، حتی گروهای مخالفین افغانستان. پس فکر میکنید که رئیس استخبارات ایالات متحده آمریکا از افغانستان و جامعه افغانستان درک درست نداشته باشه چون این حرف را بیان کرده؟ من باورم است که تحلیل ها خیلی متفاوت است. شما یک زمان یک مقدار از اطلاعات استخباراتی را دارین ولی یک مقدار از اطلاعات اجتماعی را ندارین. من فکر میکنم که از نقطه نظر اجتماعی مردم افغانستان وقتی در انتخابات گذشته ما به طرف سقوط نرفتیم، در هیچ وضعیت دیگه هم به سقوط نمیریم. باور ما همی است. ما هنوز فرصت داریم تا یک مقدار دوباره بازنگری بکنیم سیاست های گذشته را و یک مقدار تعهد خود بیشتر نسبت به آرمان های مردم افغانستان مهراق بتیم و بتونیم توجه کنیم که مردم و کشور را نجات بدیم. فردا قرار است پارلمان افغانستان توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود و به کار خود آغاز کند. انتظارات را که مردم افغانستان از این پارلمان دارد چی است از دید شما؟ البته انتظارات خیلی واضح است. یعنی یکی از بحث‌های بسیار کلانه که مردم از پارلمان توقع دارند این است که کار دولت در تعهدات ملی و بین المللیش یک مقدار باید با شدت نظارت شود. ببخشین حکومت و حکومت باید نشان بده که تمامی از بحثایی را که لازم بوده انجام داده و تمامی کارهایی را که در سرخط کاری خود چی قبل از کنفرانس عالی رتبه در افغانستان و چی قبل از کنفرانس های دیگه و بعد از تعهد خود و ایجاد خود و بعد تشکیل کابینه داشتن تا به چی پیمانه او را انجام دادن. میتونه دو دیدگاهی بسیار مشخصه فردا آدم زیر بحث برده. یکی است که پارلمان با یک روحی بسیار انتقادی یک بار دیگه هم با رئیس جمهور برخورد بکنه و یک دیدگاه دیگه ای است که فردا پارلمان با رئیس جمهور یک مقدار هماهنگ شود تا افغانستان از این ولته و از این وضعیت نجات بتن و بتانن برای آینده افغانستان یک راهکار بهتر، خوبتر و دقیقتر مطرح بکنن تا در فرصت باقی مانده که هم پارلمان افغانستان داره و هم مردم افغانستان و نظام افغانستان داره بتونیم به صورت بسیار گسترده هم برای انتخابات آمادگی بگیریم، هم برای کارهای بعدی و هم برای نوع ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در افغانستان که متاسفانه در طول 1.5 سال گذشته ما تمام همین زمینه ها را خراب کردیم
هم دولت و هم پارلمان و هم قوی قضایی افغانستان. ما به مو ابتدایی ترین ملاکایی که در ابتدا یا ضرب الاجلایی که در ابتدا ما بسته بودیم به همونا نرسیدیم. بله. آقای رفیعی، هرگاه روحیه فردای پارلمان افغانستان انتقادی باشد در مقابل رئیس جمهور افغانستان، فکر میکنید مشکلات بیشتر میشود؟ من فکر میکنم انتقادی بودنش زیاد جنجال نداره، ولی خصمانه بودنش که تا به حال بوده خیلی خطرناک است. اگر پارلمان افغانستان با حکومت افغانستان نتانه از روی یک تفاهم و یک تعاون کار بکنه یا با یک پیمان تعاونی جدید کار بکنه، ما وضعیت برای آینده افغانستان خطرناک میبینم. و شاید هم گفته که رئیس استخبارات ایالات متحده آمریکا گفته یک مقدار از این نقطه نظر قابل توجیه باشه، ولی من فکر میکنم بازم با اطمینان خاطر به شما بگم که فضای اجتماعی افغانستان آبستن تحولات بسیار ناگوار و خدای ناخواسته مزمحل کننده برای نظام سیاسی افغانستان و برای روند کنونی افغانستان نیست. تشکر. آقای تنویر، با توجه به این مسئله که پارلمان جمعی از نمایندگان مردم است، همین نمایندگان مردم در پروسه صلح چی نقش را میتونن بازی کنن؟ با توجه به این مسئله که نقشه را توسط حکومت افغانستان، وزارت خارجه افغانستان حالا مشخص شده در نشست های چهار جانبه، این نقشه را تصویب شد. در این مورد پارلمان بسیار کارهای عمده را میتونه انجام بده و باید استراتژی خود تغییر بده. پارلمان به خاطر چی؟ وکلای محترم بسیار افراد خوب و انتخاب شده از طرف ملت هستن، ای که عمدی انتخاب شدن یا ذهنی انتخاب شدن و یا ناگهانی انتخاب شدن مسئله جداست، ولی اینا باید تمام خواستهای ملت مد نظر بگیرن و برای آینده افغانستان کار کنن. من یک توقع از پارلمان دارم، تمام اعضای پارلمان ما باید تغییر روش کاری و سیاسی خود بتن، به خاطر از اینکه به می شکل که نه پیش میرن اصلا هیچ به ثمر نمیرسن و ناکام هستن و حکومت هم از این استفاده میکنن. بله. یک بار رای میتن به یک رای اعتماد نمیتن به یک وزیر، ولی بار دیگه همون وزیر میه اینا رای اعتماد میگیرن. اگر او آدم قابل قبول بر ملت نیست باز رای نتین، ولی اگر قابل قبول است بعد از تفاهم چطور رای میتین؟ روششان با وزرا باید به کلی تغییر کنه. بس است دیگه به اتاق وزران نروین، دیگه واسطه نشوین، شما مسائل ملی رو مطرح کنین. ما افغانستان رو در یک بحران بسیار اساسی قرار داره و این پارلمان در تاریخ مسئول قرار میگیره. مسئله سوم، باید با موکلین و با مردم به طور بسیار عادی و به طور بسیار دوستانه باید اینا در تماس به طور مستمر باشن و از مسائل بین‌المللی ملی بیخی آگاه باشن. انتقاداتشان انتقادات خصمانه و علیه یک دیگر نباشه، بلکه با دلایل باشه و این را باید در جمع به خاطر مصلحت ملی مطرح کنن. جامعه که 70% بی سواد است، 3.6 میلیون معتاد دارد، هنوز هم دید قومی سمتی زبانی وجود دارد، هنوز هم ما ملت نشدیم، متحد نشدیم. فکر میکنید که ما این گونه یک آرزو این گونه یک پارلمان داشته باشیم؟ چرا نه؟ پارلمان ما نه معتاد است نه بی‌سواد. اینا نماینده ای از اونم بی‌سواد و از اونم معتادین است. باید اونا را اصلاح بسازن. اینطور نمیشه که اونا معتاد هستن پس ما هم کار نمیکنیم. 200 مرد جنگی به 100,000 اینمی پارلمان باید افغانستان را بسازه. اگر نسازه حکومت وحدت ملی خود مسئول است، ولی پارلمان هم در آینده در تاریخ مسئول خواهد بود. و این را ما بر شما میگم، این بی‌تفاوتی ها باعث از این میشه که یک وقت مردم علیه هر عضو پارلمان انتقاد میکنه و میگه که شما سهل‌انگاری کردین، شما فقط با بادیگاردها رفتین، راه ها را بسته کردین، به پارلمان خود رسانین، در دعوت ها رفتین، برای واسطه رفتین و به خارج رفتین، شما کار بر از این ملت نکردین، پس باید این را تغییر بدن. اگر تغییر نتن ناکام هستن. به تشکر آقای رحمانی. 200 مرد جنگی به بهتر از 100,000، واقعا پارلمانی که 249 وکیل میتواند یا در کل پارلمان افغانستان دو مجلس میتواند افغانستان تغییر بده؟ من نمیخوایم سیاسی صحبت بکنم، نمیخوایم راجع به آرزوها و معطوف به آرزوها صحبت بکنم، میخوایم واقعی و صادقانه صحبت بکنم. بحث بایدها امری هست که جناب آقای تنویر اشاره میکنن و هستها یا استها امری هست. میان باید و هست یا میان باید و است، زمین تا آسمان فرق داره. شما چگونه
من مثال درخت را زدم، یک درختی که او میوه خودش ذاتش تلخه، از ریشه هایش از تلخی تغذیه کرده، او درخت بتونه میوه های خوش آب رنگ را بده. بله، ما قبول دارم که 30-40% پارلمان افغانستان آدم های نخبه، آدم های باسواده. بله، امثال ما بعضی ها دکترا دارن، بعضی ها دانشجوی دکترا هستن، بعضی ها حتی چیزهایی هست که در این جامعه مثلا نبوده، فکرش نشده. اولین اندیشه کلر خصوصی رو من در افغانستان ساختم، مرکز مطالعات استراتژیک کابل. من کسیم که 16 ماه سر یک کتاب پژوهش کردم و نگاه استراتژیک به خانه ملت رو با سابقه 70 خورده ساله پارلمانتاریسم در افغانستان میره تدوین کردم برای شای مدر. همه واقع قضیه که ببینیم یک مقدار واقعی صحبت بکنیم. آنچه که جناب آقای تنویر اشاره کردن، اینا ناظر به بایدها بود. باید این گونه شود. بله باید شود، ما میخواهیم شود. ما میخواهیم در سطح یک آرزو. بله در سطح آرزوها و اخلاقا هم باید چون این کاری صورت بگیره. ولی شما از یک کسی که مستری چگونه انتظار دارید که حتماً درایور خوبی باشه؟ معذرت میخوام، چگونه انتظار دارید که دکتر خوبی باشه؟ از یک کسی که از یک جماعتی که اونا با روح قانونگذاری و فلسفه نظارت اونا آشنا نیستن، چگونه انتظار دارید که اونا بتونن قوانین خوبی رو تصویب بکنه و از بسیار مسائل و دغدغه‌های خود رو بگذره؟ ملت باید رشد بکنه. ما همین پارلمان غنیمت از جماعتی که آمدن به نام خدا میخواستن حکومت خدا رو برای سرزمین ایجاد بکنن، ادارات رو تعطیل کردن، حکومت رو تعطیل کردن، سیاست زمین سوخته رو اجرا کردن و خیلی قصه. بله ما نمیخوایم خیلی ایدئال صحبت بکنیم، ولی ناظر به واقعیت صحبت میکنم. نمیگم همه هیچ کار نشده. در پارلمان قوانین زیاد تصویب شده، کوشش شده روی بودجه ها. ما اولین بار بود که کشف کردیم که جناب آقای حامد کرزی که حالا نمیفهم از من ناراحت باید بازم میشه، چون ما حالا نشان از قدرت سیاسی رفته و دنبال آدم رفته، از قدرت نباید حرف بزنیم، خوب نیست. ما اولین کسی بودیم که کشف کردیم که 117 میلیون دلار ایشان در بودجه خود داره و این بودجه رو بخش گرفتیم در به معارف دادیم. اصلا کسی رو فیلتر نمیکرده. بیش از سلاطین و شاهان افغانستان بودجه مصرف میکرده. ما کسی بودیم که در برای اولین بار در مجلس بحث نظارت پذیری رو در درونی ترین ابعاد و لایه های حکومت بردیم. اما نتیجه داشتیم. نتیجه ای بود که ما یک تنفس کردیم، کار کردیم، آمدیم. ولی یکی مردمی که 267 سال یک تاریخ از خون و خشونت و استبداد و ناکارآمدی و اینا رو تجربه کرده، یک 40 سال است که ما به سر کله هم دیگه میزنیم جهاد میکنیم. داعش در همین سرزمین آمده، دیگه از مولانا خبری نیست، از ابن سینا خبری نیست، از خواجه انصار خبری نیست، از ابو ریحان خبری نیست، از تمدن زرین غزنه، از شکوه بلخ و از شکوه هرات خبری نیست. ما در یک وضعیت بسیار رنجاور قرار داریم. چگونه میتونیم که از چنین وضعیتی ما بتونیم یک سری بایدهایی رو بکشیم؟ بله ما هم میخواهیم بگویم باید پارلمان افغانستان با مردم صادقانه برخورد کنه. و تو منکرش نیستیم که صادقانه برخورد نمیکنن. ما صادقانه میایم یک گلی به عنوان یک طبیب که طبیب نیستم، یک قرص یا گلی رو به همین آدم میدم که او میمیره. و قریه ما یک اتفاق جالب افتاده بود، یک بچه مریض شده بود، یک آدم کمپوجه رمی کسایی که کورسای چرا میخوان از پاکستان در دوران جهاد، به جایی که به او مثلا قرص بده که سرماخوردگی خوب شه، برای او قرص وضع حمل داده بود، چون بلد نبود. متوجه میشین پدر مرحوم من مثلا حالا پارلمان هم دقیقاً همین گونه است. خواهیم بگم که برادرین 60% مردم ما زیر خط فقره، 3.6 میلیون معتاد داریم، 70% جامعه ما بیسواده. اینا انتخاب های طبیعی نظام مردمه. ما یک ادعا اگه بکنم شاید خیلی بد باشه، در بحث دموکراسی و رأی دادن خیلی ها هنوز با فلسفه رأی آشنا نیست. میگه خب دو خوزمون یا عرور ده و برادرین برادر ماست. میگم این قماندان خوبی بوده، این ملک خوبی بوده، این زحمت کشیده برای جامعه. نمیگیم اون خانه برادر جای ملکا نیست، جای قماندانا نیست، که البته اینا حضورشان عظیمه و بسیار محترمه و خوبه در جامعه. ما دستشان رو میبوسیم، همه قماندانا و مجاهدین ره، همه کسانی که برای خدا در این سرزمین اونا زحمت کشیدن. ولی پارلمان فلسفه ای داره، پارلمان کارویژه ما کارویژه هایی رو داره که باید. بنابراین ما زمینه که با آقای تنویر در مقام ایدئال موافق هستم و باید وکلا شیوه های خود تغییر بدن، ولی میخوایم بگیم همین هست. شما نمیشه از سنگ مثلا فرض کو یک سنگ عادی انتظار داشته باشی که شفافیت مرمر را داشته باشه. یک نکته. نکته دوم،
میفرمایند که وکلا باید با وزرا بدبستان نداشته باشه. ما هم طرفداری هستیم، ولی باور میکنین با این وضعیتی که در ادارات هست، با این فسادی که در ادارات هست، یک از کسایی که 5 سال نفسش در اومد از عریضه بردن، از دویدن، بنده بوده. واقعا به یک شرایط رسیدم که جزء از مسئولیت‌های شما عریضه بردن است. اینا جزء از مسئولیت ها، مسئولیت ما معلومه، قانون گذاری، بله، نظارت و نمایندگی از مردم، درست؟ یا نمایندگی از مردم با بردن اجازه بده، اجازه بده. وقتی فرهنگ، وقتی که حکومت کار خود درست اجرا نمیکنه، وقتی که نماینده در حد نیست که بتونه نظارتگری لازم را انجام بده، فاعلیتش مشکل نداره، قابلیتش مشکل داره، نمیفهم. بعد وقتی که حکومت، توقع مردم چیه؟ توقع مردم یکی در دم صبح، اول صبح، 6 صبح باید درت باز باشه، و مردم هم تنها مرکزی که مجرایی که برای، در واقع مرکزی که برای دردای مردمه، روزانه دو سه تا عریضه میایه. وقتی میگم برین به اداره عری، به عرائض، به مدیریت عرائض مراجعه کنین، میگه ما 100 بار عریضه کردیم، عرضای ما گم شد، و توی آقای وکیل برید. بعد در این حالت باید ما چیکار بکنیم؟ ما چیکار باید بکنیم؟ واقعش اینه که ما بخشی از وقت ما در شرایطی میگذره که اون باید آقای وزیر انجام بده، سارنگاری انجام بده، این موضوع به امکانات انجام بده. بنابراین من میخوام بگم که برادر، توقعی گزاف نباید داشته باشه. مردمی که به یک شکم نان رای داده، مردمی که مثلا به ملک رای داده، مردمی که آشنا نبوده با فرهنگ پارلمانتاریزم، با حقیقت و مسئولیت اصلی و قانونی وکالت آشنا نبوده، و اون طرف هم بخواه باز نمایندگان روان کنه که اونا در حد اروپا و آمریکا باشد، چون این چیز غلط. تشکر آقای تنویر، بفرمایید. ما این دیدگار رو نمیتونم اقدر به بسیار آسانی بپذیرم. ما نه محتاط هستیم، قبلا هم گفتم، نه بی سواد هستیم. ما ادعای حکومت سازی و دولت سازی و مردم سالاری و توسعه و رفاه میکنیم. ما در یک جایگاه هستیم که باید این کار انجام بدیم. ما این توقع نداشته باشیم که اول تمام مردم ایدئال پروفیسر شوند، بعد از وکلا کار خود انجام بدن. من هیچ وقت شعار نمیتم، من حرف عقید به خاطر میزنم. شما را دوست دارم، شما افراد خبیر از این کشور هستین و شما در جایگاه بسیار مناسب، بسیار خوب از این دولت قرار دارین، ولی شما مسئولیت هم دارین. ای تو نمیشه که شما خود براعت بتین. عریضه بردن شما هیچ اصلا جایگاهی نداره بجز از این که اتلاف وقت است. شما به عوض از او پالیسی بسازین، شما روی توسعه و رفاه کار کنین، شما مردم باید بنیادهای بسیار رفاهی برشان بسازین تا اونا از بیکاری خلاص شون. هیچ کاری صورت نگرفته. پارلمان کدام کار میکنه؟ هر روز جنگ است، هر روز خشونت است، هر روز تفرقه گرایی است، هر روز در جناح‌های قومی اینا میخواین که جهتگیری کنن. اینا نمیخواین یک پالیسی ملی بسازن. چرا همیشه شما میگین 269 سال افغانستان؟ ما 5000 سال داریم. ما از گذشته تا بال افتخار داریم. در تمام کشور از این مصیبت ها صورت گرفته. شما هیچ وقت نباید گذشته افغانستان فراموش کنین. افغانستان با افحت خود انوز موجود داره و در آینده موجود خواهد داشت. افغانستان کس تجزیه کرده نمیتونه، مشوار نمیتونه. من براتون میگم که ما مسئول هستیم که باید این رهبری کنیم. خودت از معتاد و بیسواد چیر نداشته باش که اول او باسواد شوه، او جور شوه، با شما بگین که من وکیل میشم. هیچ ما این رقم وکیل کار نداریم. آقای تنویر، معتاد چگونه نماینده را تعیین میکند؟ بی سواد چگونه یک نماینده را تعیین میکند؟ حالا ببینید، من پیشتر هم بر شما گفتم این جامعه را امیر رقم ملمکاری کردن، اما تر این را مسخه کردن که سیستم های بسیار کهنه فیودالیزم در زیر تکنولوژی آوردن و خود در جایگاه قرار دادن و این را انصار، در انصار خود قرار دادن. امروز یک محصل بسیار خوب فهمیده ما از مابین یک پانتون نمیتونه برای خود یک جایگاه بسیار کوچک را پیدا کنه در این نظام، جز از اینکه یا واسطه شوه، یک کس برش یا پول بده، یا رابطه باشه، یا برش بسازه بر از اون گروپ. چرا اینطور است؟ چرا جوانای ما بیکار است؟ ما بیکاری را اول غمش بخوریم. ما حالتهای فساد اخلاقی را باید جلوش بگیریم. فساد اداری هم از ما نشأت میکنه. همه این مسائل است. این مسئول هم دولت است که دولت در مجموع هم قوی مقننه است، هم قوی قضاییه است و هم خود حکومت است. تشکر آقای رفیع. به حرفای رئیس جمهور غنی، به رئیس جمهور غنی گفته که میخوام هر سه قوه هماهنگ شود. خود رئیس جمهور غنی بر این حرف خود تا چه اندازه اعتماد دارد که چون این حرف را بیان کرده؟ واقعا رئیس جمهور غنی میخواد که این سه قوه هماهنگ باشد و کارهای ملی را انجام بدهد؟
من یک کمک به اون بحثای گذشته بپردازم باز جمعیم، چون صحبت اول من یک مقدار فکر میکنم که درست نامد. عرض به خدمت شما که مردم سزاوار رهبران است که بر آنها حکومت میکنه. یکی از مقوله های بسیار متاسفانه بدی هست که از یکی از سیاستمدارای گذشته، سیاست های گذشته است که قرن دو قرن گذشته است که متاسفانه این کار تعریف شده بود. در واقعیت امر مردم افغانستان یک مسئولیت بسیار بزرگ و خطیر دارند. ما باورم نمیاد که 3.6 میلیون معتاد رای داده باشه. ما باورم این است که مردمان سالم رای دادن، مردمان درست رای دادن، مردمان خوب رای دادن. و شاید اکثریت کسایی که رای داده باشه خیلی آگاهانه هم رای دادن. اما متاسفانه ما حتی آگاهان ما در یک خلای بسیار بزرگ اطلاعاتی نسبت به رهبران ما قرار دارن. ما همیشه چانس ما این بوده که از بین چند تا بد و بدتر اما بد انتخاب بکنیم. چی در عرصه پارلمان ما بوده، با تمام احترام با تمام اعضای پارلمان افغانستان و همچنان با تمام احترام به ریاست و مراکز دولتی ما که متاسفانه متوجه بوده. شما متوجه باشین که چند تا وزیر هست که در موردشان همیشه بحث بوده که اینا آلوده هستند، دوسیه های فساد دارن، ولی باز هم اونا در یک بخش دیگه مطرح میشن، باز وزیر میشن، باز رای میگیرن، دوباره پس میان، باز رای میگیرن. و تصادفاً همون کسایی که در پارلمان انتقاد میکنن همونا باز رای میتن، باز کمپاین میکنن به همون کسانی که خودشون گفتن آلوده هستن. پیشتر جناب آقای رحمانی اشاره کردن که ما دست کسانی را که برای افغانستان، برای افغانستان، برای خدا و برای خدا خدمت کردن و کار کردن میبوسیم. من میخوام بهشون بگم که در افغانستان هیچ کسی برای خدا کار نمیکنه. اینجا یا برای ارباب کار میشه یا برای خود کار میشه. حتی برای مردم کسی کار نمیکنه. خدا خوب به جایش باشه. مردمی که میتونن حق خدا بخواین، خدا حق خدا خواسته نمیتونه که شما برش کار کنید. چیز به نام خلوص نیت و ایمان خود به خدا در افغانستان وجود ندارد. اگر واقعا این مردم، این رهبران، این بزرگا به خدا باور داشته باشند، یه همه کشت و خون، یه همه قتل و قتال، یه همه سماجتی که در این جامعه و در این کشور روانه است هیچ نوع انعکاس و هیچ نوع به اصطلاح درد را در درون اعماق قلب اینا متبلور نمیکنه که اینا فریاد بکشن. عدم خلوص نیت در سطح رهبری قرار دارد یا در سطح جامعه در تمام سطوح؟ من میخوام بگم در تمام سطوح هست. تمام کشور از یک بحران بسیار بزرگ بی‌معنویتی و اعتماد رنج میبرد. هر کسی هم که قدم برداره به خاطر این رفع بحران متهم میشه و به حاشیه کشیده میشه و دوباره کسانی که در رشد این بحران سهم دارن و سرمایه میگذارن روی کار میان و امو کاری را که در گذشته نیم تمام مونده بودن به تکمیل میرسونن. افغانستان دارای 2200 پست قوی است، یعنی پست درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 است که در او جمله در حدود 35 تا وزیر میشه، 34 تا والی میشه، معاون والی میشه، قماندان امنیه میشه. ما در مجموع به 2000 نفر صادق ضرورت داریم که کل دولت ما رو رهبری بکنن. آیا ما توان یا در این 30 میلیون نفر 2000 صادق پیدا کردن نمیتونیم؟ بدون شک میتونیم. پس چرا پیدا نمیشه؟ به خاطر این که کسانی که در رأس کشور قرار دارن اینا به چندین زنجیر وابسته هستند، به چندین راه رابطه دارن، به چندین میخ مستحکم کوبیده شدن. متاسفانه ما یک مشکل بسیار جدی و قوی اعتماد و معنویت در افغانستان داریم که در درون ما معنویت‌های ما کشته شده، مرده. احیای این معنویت‌ها خلوص نیت می‌خواهد که او در رهبران موجود افغانستان به اصطلاح عوام ما از سرک تا پچک دیگه وجود ندارد. حالا مشخص کلای امانگی، سقوا، حرف رئیس بله. جمهور، من فقط می‌خواستم یک نکته دیگر هم در این مورد بگویم، باز بیایم به همین که آیا رئیس جمهور می‌تونه این امانگی را بیاره یا نه. وقتی در درون کابینه خلوص نیت نسبت به افغانستان و مردم افغانستان وجود نداشته باشد، وقتی در درون نظام خلوص نیت و اراده به خاطر خدمت به مردم، به خلق الله وجود نداشته باشد و خدمت به خدا هم وجود نداشته باشد، شما چگونه میتونید اعتماد کنید؟ چگونه میتونید اعتماد مردم را جلب بکنید تا مردم بیاین و حمایت بکنن از نظام، تا مردم بیاین و حمایت بکنن؟ اینکه مردم افغانستان هنوز
ایمان و اعتبار و باور خود نسبت به خدای خود از دست ندادن هیچ جای شک نیست. مردم به خدا باور دارند و تصور مردمی است که خداوند به مردم افغانستان رحم میکند. اما ما به شما اطمینان میتونم که هیچ یک از رهبران افغانستان به مردم افغانستان و به خدا رحم نمیکنند. در مورد این که اونا بتانه سه تا هماهنگی رو سه قوه رو بیاره، ما باورم نیست که هیچ نوع رمز یا راز برای موفقیت در نظام سیاسی افغانستان وجود نداره، مگر اینکه اینا به خود صداقت بکنن، به خود صادق شون. وقتی به خود صداقت کردن یعنی به این معنا که خود به عنوان یک افغان مسئول و یک شهروند مسئول شناسایی کردن، در او حالت میتونن اینا برای مردم افغانستان. متاسفانه تا بال هیچ یک از رهبران افغانستان به عنوان یک شهروند مسئولی سرزمین پای خود بر نزده و دست آستین خود بر نزده و پای خود لوش نکرده تا به یک کشور خدمت بکنه. هر کسی که وزیر میشه خانواده خود بیرون میکشه از افغانستان، هر کسی که وزیر میشه سرمایه گذاری را بیرون میکنه، هر کسی که رئیس میشه سرمایه گذاری را به بیرون میکنه، هر کسی که وکیل میشه دیوارهای آهنین در پشت خانه های خود اعمار میکنن، دیوارهای آهنین در درون خانه های خود اعمار میکنن، بادیگارد های منظم پشت سر خود استفاده میکنن و برای رفتن از یک محل به محل دیگه با 15 تا موتر و بادیگارد حرکت میکنن. با این وضعیت خود نمیشه که شما جامعه را بسازید، وطن را بسازید. آقای رحمانی، پارلمان کار نکرده است جز جنگ. هر روز پالیسی ملی نساخته است، هر روز مسائل قومی، زبانی، سمتی. بفرمایید. من یک اصل خدمت شما گفتم صادقانه و خدمت مردم، اونا قضاوت میتونن. اینمی پارلمان از درون همین مردم کشیده تا فرهنگ سیاسی از مردم بالا نره، تا یک زمان نه، تا میزان خروجی های ما از دانشگاه ها و پوهنتون ها بیشتر نشوه، من فکر میکنم کمی وضعیت تغییر نمیکنه. اگر 100 بار دیگه پارلمان همین مردم انتخاب بکنه با اینمی وضعیت، همون شعر است که این مکتب است این ملا حال تفلان خراب میبینه. یک نکته. نکته دومی رو من نگفتم که اول باید حتما مردم رشید شوه، مردم قدرت انتخاب خوبی پیدا بکنه، شرایط انتخاب شوندگان فرق بکنه، چون به دستور من است که به خواست من نیست، به خواست من نیست، به خواست آقای تنویرم نیست. باید جامعه به صورت دیالکتیکی یک سری قدم های برداشته شده متناسب با آنچه که میتونسته این پارلمان حکومت، اما قدم های بعدی را مسلما 10 سال بعد نمایندگانی که میایه اگر وضعیت به همین شکل بمانه که باز ما این دفعه داعشستان نشه افغانستان، این دفعه مثلا طالبستان نشه، واقعا ما بتونیم که رشد بکنیم. اجازه بدید من حرف خود بزنم. بفرمایید. فرصت تمام است. اگر وضعیت به همین شکل رشد بکنه 10 سال بعد دیگه شاید امثال ما هر کسی نه انتخاب بکنه، چه برسه به کسی که امضا کردن خود بلد نیست. من با یک مال نمیخوام صحبت بکنم. شما میدونید این پارلمان ما کسانی هستند که سواد خواندن نوشتن نداره. خب کی انتخاب کرده؟ مردم انتخاب کرده. که کسانی هستند که بنده خدا آدمای خیلی خوب و موجهی در بیرون است، سوابقی دارن در جهاد، در خدمت به مردم، اما اونا با روح پارلمانتاریسم آشنا نیستن. بنابراین ما با یک امید به آینده میخوایم بگم که هم باید شرایط مردم عوض شوه، یعنی ما میزان خروجی های ما از معارف، از دانشگاه ها بیشتر شوه که میشه ان شاء الله. ما با 10 سال قبل خیلی فرق کردیم. یک دو شرایط انتخاب کنندگان فرق بکنه، شرایط انتخاب شوندگان. تشکر آقای رحمانی. آقای تنویر، آنچه هست و آنچه باید زمین تا آسمان فرق کرد. کوتاه فرمایید. به نظر ما زندگی در قید و بند رسم و عادت مردن است. دست توست بشکنین تلسم ننگ را. رفورم، تحول، انقلاب، دگرگونی بدون یک حرکت انقلابی مثل که سید جمال الدین افغان داشت دیگه نمیشه. تشکر. آقای رفیع بفرمایید. من فقط میخوام به شما یک نکته بسیار بارز در مهاجرت های اخیر نشان بدم. فرصت تمام است. بسیار کوتاه. 24,000 نفر دانشمند عین تحصیل کرده افغانستان مهاجرت کرده. اگر برای هر کدام از اینا $1,000,000 مصرف شده باشه که تا تحصیلات خود تکمیل بکنن، این $24 بیلیون میشه. افغانستان $24 بیلیون سرمایه انسانی خود از دست میده. اگر رهبران سیاسی به نوع حرکت های مافیایی خود در افغانستان خاتمه نتن، میزان مهاجرت ها به مراتب بیشتر خواهد شد و تحصیل کرده های ما خواهد رفت. چوکی های دولتی، چوکی های اجاره‌ای برای افراد نیست که چارکلای همیشگی بیاین و در اونجا جابجا باشن. فرصت باید داده شود به نیروهای تازه و جوان افغانستان که بتونن افغانستان بسازن. تشکر آقای رفیع، آقای تنویر و آقای رحمانی از حضورتان در بحث ما. بینید های عزیز، تشکر از شما هم. تا برنامه بعد چه باره بر لایه بگیم.